بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. محسن عزیز، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خوشحال هستم که باز هم از درس اول و قسمت دوم در خدمت شما هستم. ما هر درس دو بخش خدمت شما تقدیم میکنیم. در درس اول تعریف از رابط بین الملل خدمت شما ارائه کردیم، بعدش آمدیم اساسات روابط بین الملل را در اسلام یکی خدمت شما ببخشید رابط بین الملل تعریف کردیم، مفاهیم کلیدی را خدمت شما گفتیم یکی، بعد آمد نشانه های از رابط بین الملل را در سطر اسلام خدمت شما عنوان کردیم و تا به اساسات رابط بین الملل در اسلام یکی نام بردیم و گفتیم که اسلام به عنوان یک دین جهانی در تأمین روابط خود در سطح بین المللی حداقل ده اصل را باورمند است، یا روابط خود بر روی این ده اصل با سایر دولت ها تأمین میکنه، یا در نظر میگیره ده اصل را این تأمین روابط خود با دولت های دیگر. کرامت انسانی بود اولش، اساس دومش وحدت جامعه بشری بود، تعاون بود، تسامح بود، آزادی بود، التزام به ارزش های اخلاقی بود، عدالت بود، معامله بالمثل بود، وفای به عهد بود، ایجاد مودت و جلوگیری از فساد بود. اینا به عنوان ده تا اصل در روابط بین المللی اسلام خدمت عزیزای خود ایده تشریح کردیم و گفتیم. خب حالا اصل اولی که در روابط بین الملل در اسلام یک اصل است، بله گفتیم که اصل اولی را که اسلام میگذارد در تأمین روابط بین المللیش که به او اصل استوار است و پابندی داره، او باور به کرامت انسانی است. ما شما حتما در قرآن کریم در پاره اول ما در مورد این موضوعات خواندین که در مورد ای که انسان موجود ممدوح است و مخلوق ممدوح است، یعنی مدح شده است، معلومات کافی دارن چون شرعیات خوانده. اجزای ما در مورد کرامت، منظور از کرامت چی است که اسلام او را مطرح میکنه که در تأمین روابط خود او را به عنوان یک اصل در نظر میگیره. در مورد کرامت گفته میشه که معنای لغوی کرامت به معنای بزرگواری، عظمت، بزرگی ورزیدن و بخشندگی است. معناهایی که در مورد کرامت در قاموس ها میشه آدم پیدا بکنه برای کرامت معانی عمیز که بزرگواری، عظمت، بزرگی ورزیدن و بخشندگی است. این معناش این میشه که ما در اینجا معنی که کار داریم او بزرگواری است، یعنی عظمت است، و این دوتا مفهوم را ما بیشتر رویش تمرکز میکنیم. در اصطلاح چی میشه؟ کرامت به معنای بزرگی بخشیدن یا پاک بودن از آلودگی هست، به شرف و کمال، عزت و تقوا در برتری در ذات. یعنی معناش این میشه که در اصطلاح کرامت بزرگی بخشیدن را میگه، یا پاک بودن از آلودگی را میگه، یا اعطای شرف و کمال و عزت و تقوا و برتری را میگن در ذات انسان که او را الله متعال به انسان نصیب گردانیده. بنابراین پس انسان موجود مکرم است. در جهان بینی ها شما خوبتر میدونید که بس اول در جهان بینی ها کرامت انسان است. در جهان بینی اسلامی انسان موجود ممدوح است، یعنی هم خلقت انسان به زیبایی صورت گرفته و هم اما جایگاهش نسبت به سایر مخلوقات در رأس است و متمایز میشه نسبت به تمامی حیوانات. مثلا شما اگر توجه بکنید قرآن کریم در مورد خلقت انسان میگه، میگه که لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، به تحقیق انسان آفریده شده، خلق کرده شده در بهترین صورت، در بهترین چهره. یا در دیگه جای مثلا مسجود ملائکه است، مسجود ملائکه اونجایی که الله متعال از ملائکه میخواهد که بر حضرت آدم سجده تکریم بکنند. خب یعنی در هر جای قرآن کریم انسان موجود شریف، موجود با شرف، با عزت و مکرم است. در جایی که میگه ولقد کرمنا بنی آدم، به تحقیق ما
به آدم تاج کرامت بخشیدیم، به سرش تاج کرامت گذاشتیم. به هر صورت کرامت انسانی حق طبیعی و ذاتی و خدادادی است که در نهاد تمامی انسانها به ودیعت گذاشته شده. باور اسلامی است که کرامت انسانی حق طبیعی و ذاتی و خدادادی هر انسان است که به تمامی انسانها داده شده، در وجود تمامی انسانها گذاشته شده. این حق آمیخته با حکم بوده و قابل سلب و اسقاط و نقل و انتقال نبوده و احدی را یارای تعدی و تجاوز به آن نیست. یعنی معنیشی میشه که این حق آمیخته با حکم است. الله متعال حکم میکنه که ولقد کرمنا بنی آدم، بنابراین قابل سلب نیست و قابل اسقاط نیست، قابل نقل و انتقال نیست که از یک نفر انتقال کنه یا از یک نفر سلب شود. یعنی و هیچ کسی را حق داده نشده که به کرامت انسانی تجاوز بکنه. بازیر ما شما در چندین جای دیگه هم انشاءالله در درس های آینده بازیر اشاره میکنیم. جهانبینی اسلامی گفتیم انسان اشرف مخلوقات و موجود ممدوح میدانه. انسان مسجود فرشتگان الهی قرار گرفته. دیگه اسلام از بد و ظهور خود انسان را مورد تکریم و احترام قرار میده. اسلام به خاطر حفظ کرامت همه نوع تبعیض را از میان برداشت، قوم و زبان و جغرافیا و جنسیت و حتی احترام مرده ها و عدم اهانت به آنها و مقبره هایشان را در اسلام محفوظ دانستند. مفهوم کرامت به عنوان یک اصل در اصل رابط بین‌المللی هم حفظ است. آره، چند تا را خدمت شما ما اشاره میکنم. مثلا دو جای، یعنی انسان ذاتش دارای کرامت است. ذات انسان موجود مکرم است، صاحب کرامت و دارای کرامت است و هیچ کسی حق تجاوز به او را نداره. خب اسلام به خاطر حفظ می کرامت هر نوع تبعیض را، تفاوت طلبی را از میان برداشته، ولی کو تفاوت طلبی قومی باشه، زبانی باشه، سمتی باشه، جنسیتی باشه. یعنی عرب برتر نیست، بهتریت در عرب بودن نیست، در عجم بودن نیست، در شرقی بودن نیست، در غربی بودن نیست. مثلا در جنسیت مرد بودن برتری نیست، زن بودن برتری نیست، درست؟ تمامی انواع تبعیض را اسلام از میان برداشته و او را به اسلام مردود دانسته و پیغمبر صلی الله علیه و سلم که بگذارین که بوگین است، یعنی کثیف است، به این مسائل شما فرا نخوانید. بنابراین در از دیدگاه دین مقدس اسلام تمام اینها که اشاره کردیم خدمت شما عزیزان خوبای خود، یعنی به خاطر است که اسلام دارای کرامت، انسان دارای کرامت است. ولو که مسلمان نباشه، ولو که مؤمن نباشه، ولو که صاحب هیچی که از ادیان آسمانی نباشه، ولو که به هیچ دینی باور نداشته باشه، جنس انسان، ذات انسان دارای کرامت است و قابل احترام. یعنی توهین کردن نمیتونیم، تحقیرش کردن نمیتونیم. نه تنها زنده انسان ها بلکه مرده انسان ها هم به می شکل است. مرده انسان ها هم به می شکل، مثلا حتی مثلا وقتی که یک کس فوت میکنه، یعنی اگر مسلمان باشه ما شما میدانیم که ترقین کلمه است و بستن دهنش است و بستن پاهایش است و او را غسل دادن است و تکفین در تکی پاک سفید پیچاندن است و او را به سر شانه غسل دادن و به سر شانه های خود تا به قبرستان بردن است و بالاخره او را در دل زمین به اون شکلی که دین شریعت فقه اسلامی حکم میکنه او را دفن کردن است. نه تنها زندهش قابل احترامه که مرده ازی قابل احترام است. این نباید آدم توهین بکنه و تحقیر بکنه، جسد از بره به طرف بیاندازه، نه. بالای تمام مسلمان های فرض است که یک خواهر برادر مسلمانشان غسل بتن، تکفین بکنن، با او جنازه بخوانن و با او قبر بکنن و او را به قبر دفن بکنن. یعنی ای چرا؟ و حتی بالای قبر نشینن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایه که این خوب است برای انسان، که بهتر است برای انسان، بهتر دانسته شده که بالای یک اجاق از آتش قوق بشینه ولی بالای یک مقبره قرار نگیره. چرا؟ به خاطر که یک انسان دفن است، کجا یک مسلمان دفن است، حالا جنس انسان، انسان. یعنی قبرستان دو، ولو که مسیحی دفن باشه، یهودی دفن باشه، مسلمان دفن باشه، توهین کردن، تحقیر کردن، پیشاب کردن، حیوانات به چراگاه بردن جدا حرام است و این ممنوعیت داره. این اتا دعا داره، اتا سنت داره رفتن. شما میفهمید که زیارت
سنی ما داریم که با طریق سنت آدم میره طرف راست قبر قرار میگیره، دعاهای مسنون است که به خاطر طلبیدن مغفرت به اونجا خوانده میشه و در اونجا دعا میشه و ای که از اون قبر عبرت گرفته میشه، این توهین کرده نمیشه، تأخیر کرده نمیشه. البته به این معنی نیست که باز آبادی ها سر ساخته شد که یک منکر دیگه است که حالا روی قاعده فقهیش نمیره. بنان اسلام به تمامی انسان ها جدا از باورهایشان کرامت قائل است، باور قائل است و تمامی اینها را در حقیقت موجود مکرم میدانه و قابل حرمت. خب این مسئله تمام. مسئله دیگری که میخواستیم مطرح کنیم در این بخش این است که حالا در رابطه بین الملل مفهوم کرامت ذاتی چیست، کرامت انسانی چی است، کرامت بشری چی است. در رابطه بین الملل معناش این میشه که دولت اسلامی در تامین روابطش با سایر دولت ها نگاهش به دولت های دیگر، نگاهش به ملت های دیگر نگاه توأم با کرامت است. اینطور نیست که ممکن دولت اسلامی چون قدرتمند است اما با سایر دولت ها وقتی نگاه میکنه از یک موقف بالا نگاه میکنه، اونها رو تحقیر میکنه، اونها رو توهین میکنه یا به بسرا حس برتریت جویی داره. نه اینطور نیست. ای که اسلام یک فضیلت است، ای که ایمان یک فضیلت است، ای که خداشناسی و جهانبینی اسلامی یک فضیلت است، ای بس جداست. اما در روابط طرف مقابل انسان میدانیم، بارش کرامت ذاتی و انسانی و حقوق انسانی قائل استیم و ما در روابط اقتصادی ما، در روابط سیاسی ما از نو نگاه با اونا، نو نگاه توأم با کرامت است. این تحقیرآمیز نیست، توهین‌آمیز نیست. این یک مسئله. از این خاطر اسلام به تمامی دولت ها که پیامبر صلی الله علیه و سلم نامه روان میکرد، اما نام پادشاهشانه و بزرگشانه به بزرگی یاد میکرد، میگفت که از طرف محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم به پادشاه مصر یا مثلا به پادشاه حبشه یا به هر کشوری که میبود اونجا او را ذکر میکرد و نام میگرفت. منظور این بود که پیامبر صلی الله علیه و سلم که اونها رو توهین تحقیر نمیکرد، یک اسلام رو پیشکش میکرد، بس جدا بود. دولت مسلمان ها زمانی که با سایر دولت ها رابطه تامین میکنه، ملت هاشون ملت های انسان میدانه، اونها رو دارای کرامت میدانه، دارای حقوق میدانه، نفس کرامت ذاتیشون رو واجب الاحترام میدانه، از توأم با احترام وارد تامین ارتباط میشه. ای یک مسئله که خدمت شما ای در اینجا واضح شده که ما این را بدانیم. بنان در روابط ما حتی در جنگ در میان ما گیریم که رابطه خراب شد، درست؟ با مذاکره، با گفتگو، با روابط مصالحت آمیز مشکل حل نشد، حالا وادار کرده شد کشور اسلامی، بالاخره با هم توافق نکردیم، با جنگ رفتیم. حتی در جنگ هم حفظ کرامت انسانی دشمن ما که او کشور متجاوز هم هست، او محفوظ است. بر دولت مسلمان ها، بر لشکر دولت اسلامی، بر نظامیاش این فرض است که کرامت اونها را در نظر بگیرن و انگامی که در جنگ پیش میرن توأم با احترام. مثلا چی قسم؟ ما او را اسیر میگیریم، از کشور غیر اسلامی اسیر میگیریم. ما حق نداریم که از اعضا و اندام از ما کشکوب کنیم یا اونها رو تحقیر کنیم یا مثلا به گردنشون زنجیر بیندازیم یا اعمال حرکتای رو انجام بدیم که او در منافات با کرامت ذاتیشان بوده باشه. این حق رو نداریم. شما با در حقوق اسرا پیامبر علیه السلام حدیثی داره که شما در او بخش او رو میخواین اجسادشانه. مثلا ما نمیتونیم که عمل بالمثل بکنیم، دشمن چشم میکشید ما هم چشم بکشیم، مثلا بر رویشان پیشاب کرده شود، تیزاب انداخته شود، مسلح شود، مثلا دهنشون پاره کرده شود، شکمشون پاره کرده شود یا اونا رو بد شکل بکنیم، این حق را نداریم. چرا؟ به خاطر که اسلام تمامی انسانها را از یک خانواده میدونه. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آی مردم، شما را از یک پدر و از یک مادر آفریدیم، از یک مرد به نام آدم و از یک زن به نام حوا شما را شعبه شعبه ساختیم، شما را قبیله قبیله ساختیم. چرا؟ به خاطر که همدیگرتان خوب بشناسید، نه به خاطر تنازع، نه به خاطر جنگ، نه به خاطر برتریت طلبی،
اما برترین شما پیش به نزد الله متعال کیست؟ ان اکرمکم عند الله اتقاکم. اما برترین شما، خوبترین شما، نیکوترین شما در پیشگاه الله متعال باز با تقواترین شماست، پرهیزگارترین شماست. از این خاطر معمولا امروز اگر ما شما ببینیم، آیا ما با امریکایی ها دولت افغانستان معاهده امضا کرده، آیا دولت افغانستان با دولت آمریکا امضا کرده، اما آیا واقعا هر دولت نگاهشان یکسان است؟ نه خیر طور نیست. طبیعی است که آمریکایی ها در رأس قرار دارند. آمریکایی ها افغانستان را سیال خود نمیدانند، همسط خود نمیدانند. همیشه نگاهشان تحقیر آلوده است، توهین آلوده است و هیچ نوع ضمانتی وجود نداره که بعد از این اگر اونا نقص بکنن یا به معاهدات پابند نباشن تکلیف افغانستان چی میشه؟ نه؟ یعنی آیا مثلا در دنیای امروز پاسپورت یک افغانی در یک کشور با پاسپورت آمریکایی برابری کرده میتونه؟ خب مسائل اقتصادی و قدرت نظامی اونا در جای خودش میگذاریم که اونا طبیعی است که نشانهای قدرتمندتر بودن هست، اما از لحاظ انسانی خب همه یک انسان هندی هم انسان است، انسان است، یک انسان سعودی هم یک انسان است، انسان افغانستان هم یک انسان است. خب هیچ فرقی نمی کنن. من امو شرف و روح را دارم، امو کرامت را دارم که یک هندی داره، یک آمریکایی داره، یک روسی داره، یک بنگلادشی داره. اما آیا واقعیت امروز در دنیای معاصر که تئوری غربی حاکم است، امی واقعیت وجود داره؟ هرگز نداره. در پشت پاسپورت آمریکایی ها نشته از رقبش که این پاسپورت متعلق به یک شهروند آمریکاست. هرگاه به این شهروند اهانت صورت بگیره، دولت آمریکا با تمام امکانات اقتصادی و نظامی خود به او کشور رفته و از این شهروند خود دفاع میکنه. کل نیروی نظامی خود میگه که یک شهروند ما چرا اهانت شده یا کشته شده یا توهین شده. اما اگر یک انسان از شرق یا یک انسان مظلومی در کشور عقب مانده کرامتش زیر سوال میره، توهین میشه، تحقیر میشه، باز ای هم همونطور است؟ نه خیر، فرق میکنه. از این خاطر در روابط بین الملل در اسلام برترین نظام بین الملل اسلامی امیست که نگاه دولت های اسلامی نسبت به دولت های دیگر، نسبت به ملت های دیگر توأم با کرامت است، توأم با حرمت است. ما اونها را برادرای انسانی خود میداریم، ما همه انسان ها رو اولاد آدم می دانیم، اولاد حوا می دانیم، برادرای انسانی خود می دانیم. ای که ما در عقیده با اونا متفاوت هستیم به معنای توهین و تحقیر و حد و حرمت و تجاوز بر کرامت ذاتی اونها نیست. یک چیزی که اینجا همیشه او رو من تذکر می دانم، اینجا لازم می دانم که ارائه بکنم، او یک نوع اشتباه فهمی مردم ماست. ما در ذاتش کفر بد می دانیم، اینطور نیست. در حالی که قرآن کریم فقط کفاری که محارب هستن اونها را متجاوز و زشت معرفی میکنن، اما سایر کسایی که اسلام را قبول نمیکنن با همه جهان کفر اسلام سر جنگ نداره. مثلا ما میبینیم که در زمان خلفای راشدین حتی در داخل کشور اسلامی، دولت اسلامی، اونا میان زندگی میکردن. مثلا آرامترین کشورها برای زندگی غربی ها کجا بود؟ کشور اسلامی بود. چرا؟ میگفت شما برای یک مستأمن حق دارید، شما برای یک ذمی حق دارید. اولین کسی که در حقوق بیمال رابط بیمال کتاب نوشته کرد مسلمان ها بودن. محمد بن حسن شیبانی رحمت الله علیه، امام محمد آمد دو کتاب نوشته کرد، سیر کبیر و سیر صغیر نوشته کرد و در اوج جغرافی های بیمالی تقسیم کرد. دارالاسلام گفت، دارالحرب گفت، دارالکفر گفت، دارالعهد گفت، مثلا هر کدوم تشریح کرد. مثلا خب بعد افراد تقسیم بندی کرد، مستأمن گفت، ذمی گفت، محارب گفت، اینا را، امان را، اینا را تشریح کرد. معنیش ایست که ما در رابطه بین المللی خود کرامت انسان را در نظر میگیم. حتی در جنگ هم که شده ما کرامت انسانی را در نظر میگیریم و با او به عنوان یک اصل برخورد میکنیم. بله اگر باز دشمن به بیایه، باز به این اصل مثلا تجاوز بکنه، تعدی بکنه، باز اونجا برای دشمن فرصت داده نمیشه، چون با وجود دفاع از او حق ماست. اما تا که ما به کرامت ذاتی دیگر ملت ها و دولت ها اهانت نمیکنیم، روانه میداریم، باز برای خودم روانه میداریم. چرا؟ او اصل است که نه ظلم بکن و نه زیر بار ظلم برو.
این اصل اول در روابط بین المللی اسلام بود که اصل کرامت ذاتی و انسانی بود که شما باز او را نمونه های دیگه از او را میتونین که در همین کتاب او را خوبتر مطالعه بکنین که هرچه خوبتر آیات و احادیث را با در اینجا صاحب کتاب آورده که هر کدام از او را باز شما میتونین که استفاده کنین و انشاءالله که مفاهیم کلیدی من خدمت شما توضیح کردم. موضوع دوم یا اصل دومی که در روابط بین المللی وجود داره خدمت اعضای خود مطرح میکنیم او تا اصل وحدت جامعه بشری است. اصل وحدت جامعه بشری در روابط بین الملل وقتی ما روابط میگیم طبیعی که وحدت در خود داره. اعضای ما میدونن که اسلام در مورد وحدت رو یکی از نعمتهای ارزانی شده الهی میدونن. در اونجا که میفرما که واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قبل از او میگه یاد کنین او زمانی ده که شما در پرتگاه سقوط بودین. جامعه قبیلوی عرب را مثال میزنه، به نام بنی تمیم، به نام بنی قیس، به نام بنی قینقاع، به نام بنی نذیر، به نام قبایل یهودی، به نام اقوام، یعنی زندگی قبایلی و هر کدومتان بر جان هم دیگرتان افتاده بودین، قبرهایتان حساب میکردین و به قبایل خودتان به ریشه های خودتان میرفتین و ایره و پارچه پارچه شده بودین، به جان هم دیگر افتاده بودین. از این خاطر اسلام به وحدت جامعه بشری زیاد تاکید میکنه. اسلام میگه اگر وحدت نبود کار کردن برای آوردن وحدت فریضه است بر مسلمان ها. اگر وحدت وجود داشت حفظ وحدت باز بالای مسلمان ها چی است؟ فریضه است. البته اسلام اونطور که به سطح داخلی خود به پیروای خود میگه که واعتصموا بحبل الله جميعا، منبع وحدت را میگه. مثلا از اون جمله چنگ زدن بر رسم خدا. قرآن کریم منبع وحدت مسلمان است، مرجع است برای وحدت مسلمان، چتر است که مسلمان ها زیرش جمع میشن. سنت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه وسلم، مثلا حج یکی از نمادهای وحدت است. نمازهای پنجگانه جماعت در یک صف به یک امام اقتدا کردن، یک کلمه را تکرار کردن، یک نوع حرکات را انجام دادن، نماز جمعه مثلا کنفرانس هفته واره مسلمان ها، اینا نماد وحدت هستند. در سطح بین المللی هم اسلام به وحدت باور داره. یا ایها الناس، خطاب عام قرآن کریم، یا ای مردم، یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. اصل وحدت به کجا برمیگرده؟ همونطور که پیشتر خدمت شما اشاره کردم، در این که ما از یک خانوادی انسانی هستیم. این که بعدها شعبه شعبه و قبیله قبیله شدیم بحث جداست، ولی در اصل ما از یک مرد به نام آدم و زن به نام حوا بودیم. خب حالا نکات مهم در چی است؟ اسلام جامعه بشری امت را، جامعه بشری امت واحد میخوانه، اصل ورشه اونها را یکی میدانه. اون پیامی که من خدمت شما توضیح کردم که یا ایها الناس، قرآن کریم میگه که یا ایها الناس انا خلقناک من ذکر و انثى. بعدش در منطق قرآن کریم اختلافات زبانی، رنگ، نژاد، قومی و غیره جا نداره. چرا؟ به خاطر که مسائل اختلافات که خلق میشه، یا زبان مختلف میشه، یا رنگ مختلف میشه، یا نژاد مختلف میشه، یا قوم مختلف میشه، یا جغرافیا مختلف میشه. همه شما ببینید، اگر مثلا بسط کشور خود ما اگر فکر بکنیم چی وقت مشکل پیدا میشه؟ زمانی که مسئله زبان بیاد. تو پشتونی، من تاجیک، من هزارهم، تو ازبک، من پشایی هستم، نمیفهم، تو نورستانی. مشکل چی وقت خلق میشه؟ زمانی که ما تفکیک را، تبعیض را و تقسیم را زبان میسازیم. چی وقت فاصله ایجاد میشه؟ زمانی که زبان یک دیوار میشه در بین ما. دیدین؟ در حالی که ایده قرآن کریم میگه که هیچ زبان مقدس نیست، همه زبان ها معجزه الله متعال هستند، همیش برای افهام و تفهیم آمده. زبان عربی هم مقدس نیست، اون بخشش مقدس است که مربوط قرآن و سنت میشه، چون زبان قرآن است ما برش احترام داریم. اگر ذاتش فقط زبان فکرش بکنیم، این تفاوتی با زبان فارسی و زبان انگلیسی نداره. خالق همه زبان ها خداست. خب الله متعال خودش میفهمه که ما شما را مختلف خلق کردیم، متفاوت خلق کردیم در زبان. چرا؟ به خاطر که هم قدرت ما اینجا دیده شود و هم دیگه چی شود؟ شما تفاهم کرده بتانید، شناخته شوید. اگر همه یک زبان می بود خب دیگه تفاوت نبود. نه، رنگارنگی زبان حکمت داره، زیبایی را بیشتر ساخته. زیبایی هایی که مثلا در زبان عربی است در زبان دیگر نیست.
اما در یک زبان دیگه با زیبایی هایی به زبان دیگر نیست. هر زبان زیبایی های خود داره، شیرینی های خود داره، مفاهیم خود داره. ملت ها با او زبان صحبت میکنن، تفاوت هاست که زیبا ساخته. خب در منطق قرآن کریم اختلاف چیزی که سبب اختلاف میشه، وحدت جامعه بشری از بین میبره. درست او زبان باشه، رنگ باشه، سیاه‌پوست، سفیدپوست، نژاد باشه و قوم باشه، همینها را اسلام مردود میدانه. چرا این مردود میداره؟ مثل که پیشتر خدمت شما گفتم که پیامبر صلی الله علیه و سلم ایره چی میدانه؟ میگه که ایره بگذارید. ببخشید. پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم ایره مردود میدانه، بوگین میدانه. چرا؟ به خاطر از اینکه منازعه ایجاد میکنه، اختلاف ایجاد میکنه. امیجا خوب است من یک مثال خدمت شما ارائه بکنم. مثلا در زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله پیامبری مبعوث میشه، میبینین که از هر دو سلمان از همدان ایران از فارس پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم میره، یکی دیگری از روم میآید مثلا پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم، یکی از حبشه میآید، بلال از حبشه میآید. میبینین پیامبر صلی الله علیه و سلم همگی در کنار خود داره. چرا؟ یعنی این در ابتدای رسالت نشان میده که اسلام هیچ نوع اختلاف زبانی را، رنگی و نژادی را قبول نمیکنه. یک مثال دیگه، ابوذر غفاری رضی الله عنه به صحابی جلیل قدر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم که او بلال رضی الله عنه باشه، بچه ابن سوده گفت، بچه‌ش که بچه مادر سیاه، زن سیاه. او بسیار خفه شد. پیامبر علیه السلام گفت برو ابوذر، بلال راضی کو که خدا از تو راضی شود. و او رفت، هرچی معذرت خواست. بلال رضی الله عنه بسیار آزرده شده بود، به زمین خوابید. گفت بلال پاهایت بر روی صورت ما بگذار، ولی مرا ببخش که مرا خدا ببخشه و خدا از من راضی شود. وقتی که مدینه فتح میشه، مکه فتح میشه، در اینجا هر کس منتظر است که پیامبر علیه السلام کیه میه که بسر دیوار مکه بلند شود و به اذان را بخونه. پیامبر علیه السلام بلال را گفت. مردم منتظر است که یا ابوبکر میگه یا عمر یا علی، ولی پیامبر علیه السلام برای بلال میگه. با این که بلال زبانش لکنت داشته، شین سین میگفته، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم گفت که سین بلال شین ماست. و او را گفت که آذان بگه و بلال را دلان هو آذان گفت و مشکل در اونجا حل شد. و پیامبر صلی الله علیه و سلم خواست که در درون او انسان ها آتش تعصب را بخوش کنه و بود تفاوت در اینجا وجود نداره. گفت که صدای نعرین بلال در عرش شنیده میشه. اینا همه نشانه های هستن که آدم باید به اینا بیشتر نظر بکنه. از نظر اسلام باید تعامل با مردم بر مبنای عملشان صورت گیرد، نه بر اساس رنگ پوست و تفاوت های دیگر. بله، در اسلام تعامل باید با مردم بر اساس عملشان باشه، نه بر اساس اینی هیچ کسی. اگر یک نفر بد است به خاطر از اینکه زن است، زن بودنش باعث بدی شده، نه اینطور نیست. مرد است به خاطر که مرد بودنش، مذکر بودنش باعث شده که بد باشه، نه اونطور نیست. جنسیت باعث خوبی و بدی یک کس نمیشه. ما بهم بگو که اگر کس مرد بود تو خوب است، اگر کس زن بود بازو خراب نیست، اینطور نمیشه. یعنی جنسیت نمیتونه مبنای خوبی و بدی یک کس بود. نژاد نمیتونه، یک کس سرخ پوست است، سیاه پوست است، سفید پوست است، سفید پوستی باعث عامل بدیش باشه، اینطور نیست. هرچی که سیاه پوست بد است، اینطور نیست. سیاه پوست بودن، سفید پوست بودن، زن بودن، مرد بودن، از شرق بودن، از غرب بودن، این میار خوبی و بدی یک فرد بودن نمیتونه. عمل یک نفر است. قرآن هم میگه که شما عمل کنین که خدا و پیامبر و مؤمنا به عمل شما نگاه میکنن. یعنی ما اگر یک کس مثلا، وقتی ما غربی ها میگیم، غرب به عنوان جغرافیا نمیگیم، کل ملت غربه نمیگیم، ما حاکمان غربه باشون مخالفیم. مثلا همیشه نمیکوبیم، ملت های شریفی هستن در غرب. خب اگر عملشان نادرست است، متجاوز هستن، مثلا امروز ما مخالف تجاوزشان هستیم. اگر بوش مسلمان شوه چی فرق میکنه با من مسلمان؟ اگر اوباما مسلمان شوه چی فرق میکنه با من مسلمان؟ هیچ. ما مخالف عمل زشتشان هست، نه مخالفه که اونها سیاه پوست و سرخ پوست و مثلا اینا غربی هستن، آمریکایی هستن. نه، ممکن که اونها مسلمان شون اسلام را قبول بکنن، الله بتونه اونها عفو بکنه، پاکتر از ما باشه. من که از چند مثلا پدر مسلمان هستم، ممکن که آلوده باشم، گناهکار باشم، ولی او اگر اسلام را قبول میکنه، اون الله متعال میبخشه. میبینید
ما مخالف چی هستیم؟ مخالف عمل کردون هستیم، نه مخالف به اصطلاح نژاد و رنگ و پوست و این هایشان. روابط بین الملل اسلام و حتی جهان بشری اصل است. در اسلام هر نوع تعامل در سطح بین المللی که باعث نفاق شود، چند دستگی شود، تشتت و پراگندگی را بیاره، این اسلام حرام میداند. دولت اسلامی حق نداره که ائتلاف ایجاد بکنه که باعث برهم خوردن نظم بین المللی شود. امام ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه کتابی داره به نام ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمین، عوامل انحطاط امت اسلامی را میگیره و خرابی های رسد جهان از انحطاط مسلمان ها شکل گیره. او را تشریح میکنه. امام ابوالحسن ندوی رحمت الله علیه میگه که اگر مسلمان ها در رأس نظام بین المللی می بودن، جنگ اول نظامی و جنگ دوم ببخشید جنگ اول جهانی جنگ دوم جهانی شکل نمیگیره. چرا شکل نمیگیره؟ به خاطر از اینکه در اسلام حرام بود اصلا تشویق به جنگ، تحریک به جنگ، ائتلاف به جنگ و رو در رو ساختن ملت ها. در اسلام وحدت باید حفظ شود، هیچ چیزی به اندازه وحدت ارزش نداره. خب بنابراین دولت اسلامی نمیتونه که باید دولت دیگه دست یکی بکنه. ما بریم با دولت هند ائتلاف بکنیم، پاکستان را منزوی بسازیم، پاکستان را به آشوب بکشانیم، در پاکستان بریم جنگای قبیله‌ای بین پنجابی ها و پشتون ها و نمیدونم اقوام دیگه در پاکستان اصلا کردها اینا را به جان هم دیگر بیندازیم، این کار کرده نمیتونیم. چرا؟ از لحاظ اسلام نفاق انداختن وحدت را از بین بردن حرام است. خب ولی در حالی که ما در غرب میبینیم که امروز در سر دنیا می همین قسم است، در سر دنیا شما ببینید که امروز ائتلاف ها شکل میگیره، یعنی کل چیز روی منافعشان، مثلا کلشان دست یکی میکنن، تحسبهم جمیعا و قلوبهم شتا، بایی که در درون خود پاره پاره است ولی به خاطر کشور اسلامی ره آواره بسازن، در بدر خاک بسر بسازن، میبینیم در با هم ائتلاف های کلانی را چی میتن؟ شکل میتن، در حالی که از دیدگاه اسلامی حرام است. یعنی وحدت جامعه بشری اصل است. خب دیگه وحدت به معنای قبول عقیده هم دیگر نیست. ما میتونیم که با غربی ها وحدت داشته باشیم در سطح جهانی، مثلا تو وحدت بکنیم که هر کشوری که آمد برای کشور دیگه تجاوز کرد، تمامی کشورها رو منزوی بسازن، بله، کمک های اقتصادی خود قطع بکنن، بله، روابط خود قطع بکنن، بله، مرزهای خود قطع بکنن. یک وحدت پسندیده است. هر کشور متجاوزه، هر کشور متجاوزه ما میتونیم که جلوش بگیریم. خب در این وحدت ما مثلا این وحدت را میتونیم شکل بدیم در دنیا، ولو که اکثر کشورهای غیر اسلامی هم در اون طرف باشه، ولی اونجا بگیم که هر کشوری که متجاوز بود تحریمش میکنیم، ولی این میتونه وحدت باشه. اما این به این معنی نیست که مثلا ما وحدت، مثلا ما با کشور چین، کشور تقریبا همسایه ماست، با کشور چین ما یک معاهده همکاری امنیتی امضا میکنیم، میگیم که ما میگذاریم که از خاک ما به طرف شما پرتاب شود، مردمتان کشته شود، مرزایتان اذیت شود، آزار شود و نه شما بگذارید. خیلی خوب است، دو تا کشور وحدت کردن. وحدت ما به خاطر چی بوده؟ حفظ امنیت دو تا کشور بوده. اما این به معنای نیست که ما عقاید هم دیگر را قبول کرده باشیم یا پذیرفته باشیم. خب چیزی که بسیار مهم است که اشاره شود، هر نوع تعامل که باعث نفاق میان دولت ها شود جدی ممنوع است، که پیشتر بوده خدمت شما اشاره کردم. وحدت و معنای قبول عقیده هم دیگر نیست. اتحادهای امروز فقط بر اساس منافع ملی است. دوستی و دشمنی دائمی وجود نداره. اما در اسلام اینطور نیست. در اسلام نه تنها منافع داخلی کشورهای اسلامی مد نظر است، منافع امت اسلامی در نظر است، بلکه اساسات و ارزش‌های دینی هم به عنوان یک اصل است. ایمان ممکن در غرب یک چیز منافعشان باشه، ولی خلاف عقاید باشه، خلاف باورها باشه، اما در اسلام اینطور نیست. ما در اسلام همیشه حافظ ارزش‌های خود هستیم، حافظ اصول خود هستیم، پابند به معیارهای دینی خود هستیم. ما در تعامل خود پا فراتر گذاشته نمیتونیم از ارشادات قرآن کریم و سنت پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و سلم. عزیزان ما تا به اصل دوم در قسمت دوم درس اول خدمت شما رسیدیم. حتما انشاءالله به درس های بعدی باز روی اصل سیم که تعاون باشه و تسامح و عدالت و اینا باشه خدمت شما درس ها را ارائه میکنیم و با هم دیگر خواهیم بود. ما درس ها را ساعت تشریح کردیم، اصلا اگر شما کتابی را بستان نرسه امین نکات یادداشت بکنین و این را
پیش خودتان گوش بکنید و بخواین، شما مشکلتان حل میشه. بازن کتاب در کتابخانه رسالت، کتاب فروشی رسالت در شهر نو پیدا میشه، روابط بین الملل در اسلام، که امیدوارم به دست بیارین و ایره مورد مطالعه قرار بدین. تا برنامه دیگر و درس دیگر که باز هم در خدمت شما خوبان قرار میگیریم، هر یک شما را به الله متعال امانت میکنیم. خدا یار و مددگارتان و سلام علیکم و رحمت الله.